سلام خدمت تمام دوستان عزیز و همزبانهای ارجمند. سالها قبل از این که کشور سیاسی به نام ایران و یا افغانستان شکل گیرند، این سرزمین‌ها در مجموع با نام‌های ایران و یا هم آریانا یاد می‌شدند. در واقع هر دو واژه مترادف هم می‌باشند و سرزمین آریایی‌ها معنی می‌دهند. در کتاب اوستا هر دو نام معادل هم قرار گرفته و هم آریاناویج و هم ایرانویج به عنوان خاستگاه و محل سکونت قوم آریایی نامیده شده اند. هرچند که در مورد جایگاه دقیق ایرانویج یا آریاناویج اختلاف نظر وجود دارد، اما محلهای پیشنهادی برای این سرزمین از خوارزم تا آذربایجان در شمال و افغانستان در جنوب گسترده است. حتی بر پایه پژوهش ویتسل جایگاه ایرانویج ارتفاعات مرکزی افغانستان بوده است. در کتاب اوستا سرزمین آریایی ها طوری توصیف شده که در آن رودخانه و کوه قرار دارد. فرضیه بر این است که مقصد از رودخانه رود سیحون باشد و منظور از کوه همان کوه البرز است. برخی ها معتقدند که منظور از رودخانه در اوستا رودخانه هیرمند یا هلمند می باشد. به هر حال هم رود هیرمند و هم کوه البرز در افغانستان امروزی موقعیت دارند. حکیم ابوالقاسم فردوسی در کتاب شاهنامه که آن را به سلطان محمود غزنوی تقدیم کرد، بیشتر به معرفی کشور ایران یعنی آریانا پرداخته و از شهرهای ایران یا آریانا نام برده است که بیشتر آنها در افغانستان کنونی موقعیت دارند. در شاهنامه از قهرمانان و پادشاهان یاد شده که بیشتر آنها در بلخ و سمنگان امروز سکونت داشتند. به طور مثال گشتاسپ پادشاه و حکمران بلخ است که زردشت بر او ظاهر می شود و او را به دین خود دعوت می نماید. شهرهایی که فردوسی در شاهنامه نام برده عبارتند از شهر بست که در هلمند موقعیت دارد، شهر طالقان که مرکز ولایت تخار است، ولایت فاریاب، شهر بلخ، اندراب، پنجهیر یا پنجشیر، بامیان، مولیان، بدخشان، ترمز، بخارا، سغد، نیمروز، هامون، کوه هندوکش، کابل و قندهار می باشند. فردوسی این مناطق را همواره به نام ایران که نام مترادف آن آریانا می باشد یاد کرده است. حال می پردازیم به تشکیل جغرافیای سیاسی به نام کشور ایران. جنگ جهانی اول و تلاش روسها، بریتانیایی ها، ترک های عثمانی و آلمانی ها برای نفوذ بر ایران و افغانستان تأثیرات عمیق بر این دو کشور گذاشت که رویدادهای بعد از آن پیامدهای این تلاش ها بودند. در جریان جنگ جهانی اول حکومت ایران به وسیله سلسله قاجار اداره می شد و پادشاه افغانستان در این زمان امیر حبیب الله بود. در زمان قاجار کشور ایران بسیار ناتوان گردید و از بزرگی و جایگاه و آوازه آن بسیار کاسته شد. بزرگترین عامل آن این بود که کشورهای دیگر متحول شده و به تکان آمده بودند، اما ایران به همان حال پیشین خود باز مانده بود. قحطی بزرگی در سال 1917 تا 1919 میلادی که باعث مرگ تقریبا 10 میلیون نفر در ایران گردید نیز اوضاع را در این کشور نابسامان ساخت. با شروع جنگ جهانی اول با وجود اعلام بی‌طرفی در جنگ از سوی حکومت ایران، بخش‌هایی از این کشور توسط نیروهای بریتانیایی و تا حد روسیه اشغال شدند. در همین زمان درگیری‌های داخلی نیز قدرت مرکزی را در ایران ضعیف کرده بود. و در افغانستان امیر حبیب الله پسر امیر عبدالرحمن خان با تمدید معاهده پدرش یعنی معاهده دیورند و با امضای توافقنامه 1905 ادامه تسلط بریتانیا بر روابط خارجی کشورش را پذیرفته بود. با شروع جنگ جهانی اول ترک‌های عثمانی با گسترش پان اسلامیسم و دولت آلمان با تحریک احساسات انقلابی مناطق اسلامی بخصوص میان مردم افغانستان امیدوار بودند که آنها را دعوت به پیوستن به جهاد علیه روسها و انگلیسها کنند. عثمانیها و آلمانیها معتقد بودند که با آغاز رستاخیزی زیر عنوان جهاد در کشورهای اسلامی و به ویژه افغانستان و هند می تواند سرنوشت جنگ را در اروپا تغییر دهد. اما بنابر دلایلی نه ایران و نه افغانستان به نفع هیچ گروهی وارد جنگ جهانی اول نشدند و اعلام بی‌طرفی نمودند. بعد از جنگ جهانی اول رویدادهای مهمی در افغانستان و ایران به میان آمد. طوری که پادشاه افغانستان یعنی امیر حبیب الله به قتل رسید و پسرش امان الله در سال 1919 پادشاه افغانستان شد. در ایران نیز سلسله قاجار از هم پاشید و رضا شاه پهلوی در سال 1925 پادشاه ایران گردید. رویدادهای جهانی و تبلیغات گسترده عثمانی‌ها و آلمانی‌ها
روحیه انقلابی و میهن پرستی را هم در افغانستان و هم در ایران زنده ساخت، طوری که رضا شاه پهلوی عملا برای کشورش نام ایران را انتخاب کرد. رضا شاه در سال 1934 به ترکیه سفر کرد و با مصطفی کمال اتاترک دیدار نمود. او در این سفر سخت تحت تأثیر همپای ترکش قرار گرفت و کوشید تا مانند او کشورش را با قدرت اداره نماید. قبل از رضا شاه کشور ایران را با نام پرشیا می شناختند، ولی در سال 1935 رضا شاه پهلوی از تمام کشورهای خارجی درخواست کرد تا از این پس نام کشورش را ایران یاد کنند. امان الله شاه افغانستان نیز در سال 1927 به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی سفر کرد. از جمله او از آلمان و ترکیه دیدار کرد و مصطفی کمال اتاترک را نیز ملاقات نمود. تمام این رویدادها همگام بود با ظهور هیتلر در آلمان و پیدایش ایدئولوژی نازیسم. هیتلر در سال 1923 به خاطر شرکت در کودتای نافرجام برای مدت 5 سال زندانی شد که در این زمان کتاب نبرد من را نوشت. پس از آزادی هیتلر با ترویج ایده های ملی گرایانه، ضد کمونیستی، یهود ستیزی و ایراد سخنرانی های پرشور بر ضد پیمان ورسای توانست حامیان بسیاری در کشور آلمان به دست آورد و کشور در حال سقوط را دوباره تبدیل به یکی از قدرت های برتر اروپا سازد. رضا شاه پهلوی هم این هدف را دنبال میکرد. او با گسترش آریاگرایی سلطه خود را با تکیه بر میراث ایران باستان و سرچشمه های اصیل ملت ایران تحکیم کرد. نازیست های طرفدار هیتلر در آلمان خودشان را از نژاد برتر یعنی آریایی میدانستند و برای گسترش آن تبلیغ میکردند. رضا شاه که میکوشید پروژه نوسازی ایران را بدون دخالت استعمارگران پیش برد، در آلمان نازی متحد یافت که میتوانست به رشد ایران کمک کند. و چه بهتر که این متحد خود را از نژاد آریا نیز میدانست. وزارت تبلیغات آلمان نازی به خاطر یکجا ساختن ملت ایران و آلمان شروع کرد به گسترش نظریات برتری نژادی در ایران. فرستنده فارسی زبان رادیو برلین تبلیغ میکرد که آلمانی ها و ایرانیان از یک نژاد هستند و باید در جبهه متحد علیه استعمار مبارزه کنند. بسیاری از مردم عوام ایران باور داشتند که آلمانی ها در اصل از اهالی استان کرمان ایرانند. و اما پادشاه افغانستان به جای گسترش آریاگرایی و همگام شدن با شاه ایران، قومگرایی پیشه کرد و با نادیده گرفتن قسمت بزرگی از تاریخ در این کشور بحران پدید آورد. در جریان جنگ جهانی دوم، روس‌ها و انگلیس‌ها به بهانه حضور کارشناسان آلمانی در ایران این کشور را اشغال کردند. نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال نموده و به سمت تهران حرکت کردند. ارتش ایران به سرعت متلاشی شد. رضا شاه با فشار متفقین به خصوص بریتانیا ناچار به استعفا گردید. متفقین پس از مدت‌ها کشمکش با روزها بر سر نوع حکومت جدید ایران، بالاخره در انتقال سلطنت به پسر رضا شاه یعنی محمد رضا که ولیعهد او نیز بود به توافق رسیدند. لازم است یادآوری نمایم که افغانستان در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرد و با هیچ یک از طرف‌های درگیر جنگ وارد کشمکش نگردید. در ایران محمد رضا شاه بیشتر از پدر در زمینه گسترش آریایی گرایی و تبدیل ایران به قدرت بزرگ در منطقه کوشید. او به خودش لقب آریا مهر یعنی خورشید آریایی داد و حتی گفتمان آریایی و هندو اروپایی را به کانون مشروعیت سلطنت سلسله پهلوی تبدیل نمود. محمد رضا شاه حتی پیشنهاد کرد که اخوت آریایی بین ایران، هند، پاکستان و افغانستان برای تضمین صلح و امنیت منطقه تجدید شود. محمد رضا شاه با یک جا ساختن ملت‌های هم نژاد یعنی ایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، حتی ازبکستان و ترکمنستان خیال احیای مجدد ایران بزرگ و ایجاد امپراتوری از نوع آریایی را داشت، اما روس‌ها و انگلیس‌ها با نفوذی که در کشورهای آسیای میانه از جمله در افغانستان داشتند مانع تحقق این آرمان‌ها گردیدند. آنها که خطر را احساس کرده بودند میان ملت‌های هم نژاد و هم زبان فاصله ایجاد نمودند. به طور مثال زبان فارسی که پیوند دهنده این ملت‌ها بود را به تاجیکی تاجیکستان، دری افغانستان و فارسی ایران تقسیم بندی نمودند. آنها حتی فارسی زبانان سمرقند و بخارا را کاملا نادیده گرفته و زبان ازبکی و روسی را جایگزین فارسی ساختند. سپس میان این ملت‌ها نسبت به همدیگر نفرت پدید آوردند.
آنها به هر وسیله ممکن خواستند میان این مردم شکاف ایجاد کنند که این شکاف با فروپاشی سلسله پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران عمیق‌تر و عمیق‌تر گردید. با روی کار آمدن آخوندهای شیعه در ایران، نه تنها این کشور در انزوا قرار گرفت، بلکه بالای زبان فارسی نیز به شدت تأثیر گذاشت و به آن رنگ و بوی مذهبی داد. در نتیجه به خاطر اختلافات مذهبی میان ایران و کشورهای همسایه هم نژاد فاصله ها بیشتر گردید، تا اینکه رویای محمد رضا شاه پهلوی برای احیای امپراتوری آریایی ها در منطقه به کابوسی تبدیل گشت. ناامنی های فعلی افغانستان و فشارهای اقتصادی بر ایران نیز به خاطر این است که ملت ها با هم متحد نشوند و دوباره برای ابرقدرت ها دردسرساز نگردند. پس باید متوجه باشیم که با تحقیر همدیگر و ابراز تنفر نسبت به هم میان ما فاصله ایجاد می گردد و این همان چیزی است که دشمنان از ما انتظار دارند. سپاس از شما، خدا نگهدار.